همراه هستیم با امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه از تهران. آقای فراغت سلام و عرض ادب. آقای فراغت، با توجه به گزارش‌ها و مشکلات کودکان بدون شناسنامه که از تحصیل محروم ماندن، به نظر شما ریشه این کوتاهی چیه و چه اقداماتی باید در اولویت قرار بگیره تا این کودکان صرف نظر از شرایط هویتی یا ملیتی بتونن به حق تحصیل خود دست یابند؟ بفرمایید. درود و ادب و احترام. من میخوام یه خورده شفاف پاسخ بدم. ببینید، ما الان یک شرایط متعادلی نداریم که بخوام تو شرایط متعادل کار کارشناسی صورت بگیریم. ما بارها مسئولان جمهوری اسلامی گفتن که ما یک امتیم، ما امت اسلام هستیم. قاعدتا وقتی که صحبت از امت اسلام میشه، باید هزینه امت حشد و شبی در عراق رو بپردازن، باید هزینه امت حزب الله لبنان رو بپردازن، باید هزینه امت حوثی های یمن رو بپردازن. به قول بعضی از کارشناسا، مگر میشه کشوری هزینه چند ارتش رو بپردازه بعدن دخل و خرجش در داخل متعادل بشه؟ پس ما اگر بخوام ایراد رو بگیریم، ایراد نگاه ایدئولوژیک و دولت ملت نبودن هست. ما امت اسلام هستیم و اگر بخوایم فضا رو فضای مناسبی کنیم و این اتفاقات درش نیفته و تمام کودکان به عنوان یک انسان در هر کشوری که میرن با یه سازوکار مشخص شناسنامه دریافت کنن و تحصیل کنن و ورودی و خروجی مشخص بشه، باید تبدیل به ملت دولت بشیم، باید تبدیل به یک کشور بشیم. ما تا زمانی که ادبیات امت اسلام رو داریم، این میشه که طالبان وقتی که میان با خشونتی که دارن شیعیان رو کشت و کشتار انجام میدن، میلیون ها شیعه از افغانستان پناه میارن به کشور ما ایران. خب معلومه ما کشوری هستیم به دخل و خرجمون نمیخوره و نمیتونیم اونا رو سر و سامون بدیم. چند روز پیش من خودم شاهد یه همچین اتفاقی بودم که یه مادر افغانی التماس میکرد که بچهش رو ثبت نام کنن، اما به دلایلی میگفتن چون پرونده نداشت، پاسپورت نداشت، از این ثبت نام امتناع میکردن و این خیلی برای ما آزاردهنده است. یک دختر بچه 7 ساله بسیار زیبا که از تحصیل محروم باشه، واقعا برای من به عنوان یک انسانی که در قرن 21 زندگی میکنم بسیار فاجعه آمیز است. اینم بگم، ما چون نامتعادلیم، برای همینه که معلمای ما به خاطر دریافت عدم کافی حق و حقوقشون اعتراض میکنن، برای همینه که والدین دانش آموزان از شهریه‌ای که بعضی از مدارس میگیرن ناراحت هستن. ما کشور فعلا به دلایل سیاسی نامتعادل هستیم و در این نامتعادلی نمیتونیم کمک حال خیلی از ناهنجاری ها در کشورمون باشیم. من فکر میکنم اگر سیاست ورزیمون مثل کشورهای توسعه یافته بشه، اون وقت میتونیم از این مشکلات در داخل کشورمون نباشه و خیلی راحت مثل یک کشور متمدن زندگی کنیم. بله، با تشکر از امید فراغت، خبرنگار و فعال رسانه از تهران که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.